سرانجام نام بازیگران خیمه شب بازی سیرک انتخابات جمهوری اسلامی در سال 1400 اعلام شد و همان گونه که انتظار میرفت محمود احمدی نژاد در لیست رد صلاحیت شدگان قرار گرفت تا نقش خود را در این سیرک ایفا کند. اما در این میان علی لاریجانی که می توانست رقیب اصلی رئیسی در این نمایش مزهک نیز باشد از صحنه بازیگران اصلی حذف شد تا از اجماع بخشی از اصولگرایان اعتدالیون و اصلاح طلبان معتقد نظام برای جلوگیری او و نتیجه شکست برای ابراهیم رئیسی جلوگیری به عمل بیاید. بر همگان آشکار است که پشت صحنه تمام اتفاقات و انتصاب جمهوری اسلامی همواره امپراتوری بیت خامنه ای بوده و در چند سال اخیر به طور خاص با هدایت مشتبه خامنه ای انجام شده است. مرور دو سال عمر جمهوری اسلامی نشان می دهد که تمام رؤسای جمهور هر یک به نوعی مغذوب نظام شده اند به جز محمد علی رجایی که ترور شد و علی خامنه ای که ریاست جمهوریش به پست رهبری موقت او گره خورد و بعد از رهبری علی خامنه ای دلیل مغذوب شدنها کنترل تمام ارکان اجرایی حاکمیت توسط او می باشد که با فرافکنی تمام شکست های حاصل توسط دولت ها را به تیم اجرایی و دشمن نسبت می دهد و با توهم موفقیت ها را نیز از آن خود می هرچند سهم بیکفایتی و بیلیاقتی نشستگان بر سر سفره انقلاب را نیز به عنوان عامل دیگر نباید فراموش کرد. در این روزها با اعلام تایید رئیسی برای حضور در سیرک انتخابات برخی تکرار سناریوی انجام شده برای رهبری علی خامنه ای را برای ابراهیم رئیسی و در مسیر رهبر شدن او متصور هستند ولی غافل از آن که علی خامنه ای با مجموع قدرت کشور در بیت خود و واگذاری مدیریت آن به مشتبه خامنه ای اجازه ورود غیر را به آن نمیدهد. در سالهای اخیر به دنبال مطرح شدن نام ابراهیم رئیسی به عنوان یکی از کاندیده های احتمالی برای رهبری آینده که امید است عمر حکومت به آن نرسد بهترین سناریوی بهت خامنه ای برای خارج کردن رقیب از میدان شکست وجه او در بین طرفدارانش و معتقدین به بقای جمهوری اسلامی می باشد بی ارزگی، بی سوادی، بی کفایتی رئیسی در امور اجرایی بر همگان مبرهن است چرا که در طول دو سال تنها تخصص صدرالقاتلین، کشتار و اعدام و قتل آن بوده است لذا با توجه به اوضاع وخیم اقتصادی کشور حضور او در این پست اجرایی بی ارزگی و ناتوانی او بیش از پیش به رخ طرفدارانش خواهد کشید و در مدت کوتاهی مانند گذشتگان مغذوب گشته و در چاه از پیش تعیین شده سقوط می به این ترتیب مشتبا خامنه ای با خیالی راحت تر به رهبر شدن خود می اندیشد. اما وظیفه ما مردم اکنون که مردم راه خود را از حاکمیت جدا کرده اند و به دنبال تغییر سرنوشت خود در قرن جدید هستند و حاکمیت نیز مانند همیشه با آمارسازی میخواهد خود را پیروز سیرک انتخابات نشان دهد بر همگان واجب است که در روز موعود با نشستن در خانه و ایجاد سکوت قبرستانی در خیابانهای شهرها و روستاها عدم مشروعیت و عددسازی حکومت را به رخ جهانیان بکشانند هر شهروند خود یک رسانه است و در کنار هر تبلیغ برای بی رای باید استراتژی خانه نشینی مطلق در روز 28 خرداد را نیز به یکدیگر یادآوری کنیم 28 خرداد باید آغاز یک حرکت بزرگ مردمی برای شکستن بت بزرگ باشد این روزها که قدرت تام به دست جان به اصطلاح انقلابی افتاده برای جبران جدوان برنامههای های برنامه های خود و رفوع سوراخ جیب های گشاد سعی می کنند به هر بحانه ای از مردم ایران مالیات بگیرند تا نیت های خود را اجرایی کنند. از زمانی که قالیباف و دار دسته او در مجلس سوار قدرت شدند علاوه بر مالیات های دیگر چند مالیات جدید نیز بر زندگی مردم به بحانه های تلف تحمیل کردند. کلیات طرح مالیات بر آیدی سرمایه را انقلابیون تصویب کردند و آنچه در این زمینه های اهمیت است چگونگی محاسبه این مالیات و نرخ آن است که طبق طرح جدید, مجلس املاک در صورت نگهداری کمتر از یک سال مشمول چهل درصد مالیات بر آیدی سرمایه می شوند. مالیات بر خانه های خالی، مالیات بر آیدی سرمایه و و و و هایی که با خربه و شعار تکراری به نفع مستضعفین با هماهنگی دستگاه های مختلف به جان مردم انداخته می شود. در این کشور تمام طرحهای اجرایی که به بهانه کمک به مردم مستضعفان اجرا شده به شهادت تاریخ هیچگاه در نهایت مشکل مردم و فقرا را حل نکرده است و فقط به گرفتاری مردم اضافه شده و جیب مسئولان را پرتر کرده است. از هدفمندی یارانه ها تا سهمیه بنزین و غیرو هرگاه حاکمیت یک تومان در جیب مردم گذاشت از سمت دیگر چندین تومان برداشت کرده. در این طرحهای به اصطلاح رابین هودی نیز آخر قصه هیچگاه برای مردم عادی و فقرا خوش نخواهد بود که وضعیت اسفناک امروز معیشتی بیانگر آن است. محسن رضایی کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری ایران وعده افزایش یارانه نقدی به 450 هزار تومان در ماه را داد. به گزارش اسپوتنیک، محسن رضایی، کاندیدای انتخابات سطح جمهوری ایران در گفتگویی که از طریق شبکه خبر صدا و سیمای ایران پخش شد، ادعا کرد: اولین مسئله‌ای که در دولت من به آن توجه خواهد شد، ساماندهی به یارانه های پنهان در،, در کشور است. به این صورت که بنزین و گازوئیل می قیمت واقعی به دهک های ثروتمند فروخته می شود. وی در ادامه افسود به دهکهای دیگر به صورت ترجیحی فروخته می شود در نتیجه 4 میلیارد دلار صرف جویی خواهیم داشت که به هر ایرانی یعنی به 40 میلیون نفر 178 هزار تومان یارانه می توان پرداخت کرد 4 میلیارد دیگر در نهادهای دامی و اساسی صرف جویی خواهیم کرد که چیزی حدود 350 هزار تومان خواهد شد که با 90 هزار تومان یارانه فعلی یارانه نقدی را به 450 هزار تومان در ماه میرسانی علی رضا زاکانی هم ادعا کرد من رئیس جمهور شوم آمریکایی ها الماس می کنند وی افزود موضوعاتی به نام صنعت هسته‌ای، منطقه، توان موشکی و حقوق بشر داریم و غربی ها با باز کردن پرونده های بی اساس به دم دنبال کاسبی کردن و استعمار نوین هستند. آمریکا بداند که ایران تحریم پذیر نیست و این ابزار استراتژیک واشنگتن است و هیچ وقت از آن دست بر نخواهد داشت. یک مقام وزارت اطلاعات ایران پیشتر علیرضا زاکانی را به حمایت از یک متخلف اقتصادی متهم کرده بود. همتی معتقدم که چهار سال بیشتر رئیس جمهور نیستم و باید در این مدت برنامه ها را انجام دهم عبدالناصر همتی کاندیدای دیگر انتخابات ریاست جمهوری درباره برنامه های خود برای چهار سال ریاست جمهوری گفت تاکید می کنم که این دولت اگر تشکیل بشود اولین دولتی است که رئیس آن اقتصاددان است وی افزود من حتما در چهار سال برنامه هایی را که گفتم اجرا می کنم و معتقدم که چهار سال بیشتر رئیس جمهور نخواهم بود و باید در این مدت برنامه ها را انجام بدهم همتی این خاطر نشان کرد هدفم این است که دولت فنی باشد و نه سیاسی یعنی اموراتی مانند بودجه نباید سیاسی باشد اگر تشخیص مردم این باشد که من توانم این برنامه ها را انجام دهم قطعا به من رأی خواهند داد و ابراهیم رئیسی نامزد دیگر انتخابات ریاست جمهوری موری هم در دیدار با جمعی از کادر درمان و سلامت کشور در بیمارستان میلاد ادعا کرد که توجه به معیشت و حقوق پزشکان و پرستاران از برنامه های اصلی دولت او خواهد بود وی در ادامه مدعی شد دولت ال... ال الکترونیک در نظام سلامت باید به طور کامل اجرا بشود و تا این نظام شکل نگیرد مشکلات برطرف نمی شود. همه مردم باید از خدمات سلامت عادلانه بهره شوند دارو از مهمترین مسائل حوزه سلامت است و کسی که با جان و سفره مردم بازی می کند یک جرم معمولی مرتکب می شود بلکه این اقدام نوعی جنایت نوبخشودنی است رئیسی مدعی شد که برای دولت امکان پذیر است 50 در درصد هزینه درمان را از سبد خانوار کاهش دهد تا بیماران تا بیماران جز رنج بیماری دغدغه دق دیگری نداشته باشند این معضل را از طریق ارائه کارت سلامت در دولت خود حل خواهد کرد و سیاست ج... جمعیت توسعه خدمات ناباروری و قانون تعرفه پرستاری باید بدون چون و چرا اجرا شود سپاس از اینکه کانال زندگی ایدئال رو انتخاب کردید فراموش نکنید که کانال رو سابسکرایب کنید و با لایک و اشتراک ویدیوها از ما حمایت کنید پیروز باشید و تندرست